حضرت حذیفه رضی الله عنه یک صحابی مشهور است، در صحیح ابن ماجه صفحه ششم. کتاب صحیح ابن ماجه یکی از کتابهای حدیث بزرگ جهان اسلام هست. در صفحه ششم می فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس در دین و در عبادت و در عقیده اسلامی و در سنت رسول الله بدعت ایجاد کنه، اختراع کنه، پیوند کنه به نام دین و ثواب و خیر، کلمه گفتنش قبول نمی شود، نماز خوندنش قبول نمی شود، روزه و زکاتش قبول نمی شود، حج و عبادتش قبول نمی شود، جهاد مسلحانش در علی دشمن قبول نمی شود، چنان از اسلام بیرون می شود مثل که مو از خمیر بیرون شود. حذیفه رضی الله عنه گفته حدیث از رسول الله، حواله کتاب صحیح ابن ماجه صفحه ششم. درست است؟ هر کس جنجال داره برای خود حدیث پیامبر جنگ کنه، نباشه بنا، هر کس مؤمنه بپذیره قبول کنه. چرا ما بدعات و خرافات میاریم؟ باز بعضی نمچه ملاهای قدر خون و خلاص خون یک چپتر پوانتون خونده مفتی شده با فتوا میده، شور اتصالات خونده به سر بخوری فتوا میده، از غزل و چاربتی به سر آی قرآن فتوا میده، از سنت بی بی و بابو خو به سر عقیده صحابه فتوا میده. ای بدبخت، امام ابو حنیفه رحمه الله چی می فرماید؟ اذا سهل حدیث فهو مذهبی. امام اعظم می فرماید هر حدیث قوی رسول الله صلی الله علیه وسلم مذهب امام ابو حنیفه است. مادر تو که به تالار می رخصه این مذهب امام اعظم صاحب نیست، قبر که طواف می کنی مذهب امام اعظم نیست، سجده که به زیارت پیر می کنی سنت امام ابو حنیفه نیست، که صد مزخرفات دیگر به اسلام خلط میکنی اسلام بشناس. امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید در مورد آیات قرآن هیچی گفته نمیتونم، در مورد حدیث رسول الله چیزی گفتنی ندارم، در مورد عمل صحابه چیزی گفتنی ندارم، هر جا که مجتهد و عالم و محقق نظر خود پیش کرد من هم نظر خود پیش میکنم. ترجیح و تحویل در چوکات اسلام جایز است برای هر محقق و عالم و فیلسوف. بود عبادت از دیدگاه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باید ما انجام بدیم دوستان عزیز. و دنیای کفر همه تاپا و همه تبلیغات را امروز آورده، امت بیچاره در به در و خاک به سر کرده، تبلیغات انگلیس از زبان هر مسلمان بیرون میشه. یکی از رمزای شکار دشمن همین نفاق است، همین نامه هاست. مشرکین به صدر اسلام رسول الله را جادوگر و دروغگو و کاذب و وعده خلاف میگفت، حالا اون نامه پس کرده نامهای دیگر میساره. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه من از فتوا دادن به حق چنان میترسم مثل که تو از افتادن به آتش بترسی. امام شافعی میفرماید هر کس فتوا میده قبر خربت کنه کنار قبرستان استاد چه فتوا بده. عبادت از دیدگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه دین مسئولیت خود خلاص کرد. گفت هر جای عمل من امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که خلاف قرآن و سنت بود به دیوار بزن. حدیث رسول الله موجوده، قرآن موجوده، حدیث موجوده، سیرت امام ابو حنیفه موجود. گستاخ و بیادبه که به امام ابو حنیفه بی احترامی میکنه، ملا و آخوند و شاگرد میگه هشت حدیث داشته، او گستاخ عمق هم به محشر جواب پر میده. امام ابو حنیفه به اسم و کسی، به خط و کسی، به فتوا کسی امام ابو حنیفه نشد، به لولو و قوقو و چهار نفر از امام ابو حنیفه که خب برطرف نمیشه. ما به همین مطمئن هستیم انشاءالله.